سلام، آیا برنده اسکار بهترین بازیگر مرد 2023 بهترین بازیگر مرد امسال هم بود؟ این سوالیه که تا انتهای این برنامه قرار به جوابش برسیم. These are dark times, there is no denying. نکته اول اینه که در غیاب نام‌هایی مثل هیو جکمن، آدام درایور، ادی ردمین، رالف فینس، دانیل کریگ و خیلی های دیگه تازه به لیستی میرسیم که اسمش میشه نامزدای اسکار بهترین بازیگر مرد در نقشه اصلی و فرعی. اما به هر حال 95 مراسم اسکار بدون حضور این ستاره‌ها برگزار شد و تو تاریخ جایی از غایبان یاد نخواهند کرد. قبل از اینکه بریم سراغ لیست بازیگرها، یا زحمت بکشین و سفر رو سابسکرایب کنین. همچنان مشتاق خوندن نظراتتون توی کامنت هستم و امیدوارم من رو در بهتر کردن محتوای چنل تنها نذارید. اول میرسیم به لیست نامزدهای بهترین بازیگر نقش مکمل مرد. حتی اینجا هم نایده گرفتن براد پیت برای بازی در فیلم بابیلون و ادی ردمین برای فیلم پرستار خوب تو ذوق میزد. عوضش برایان هنری شانس این رو پیدا کرد که در بین نامزده اسکار 2023 باشه، اونم برای فیلم تقاطع، یه درام روانشناختی که بازیگر اصلی جنیفر لارنسه. و البته شانس چندانی هم برای گرفتن اسکار نداشت، ولی همین نامزدی اسکار میتونه امیدوارش کنه که از نقشه کوتاه تو فیلم‌ها به پیشنهادهای بزرگتر برسه. دومین نامزد کم اقبال اسکار برای نقش مکمل مرد جاد هرش برای فیلم فیبلمن ها ساخته استیون اسپیلبرگ بود. جاد هرش افتخاری در فعالیت‌های سینماییش نداره، ولی عوضش تو تئاتر بازیگر سرشناسیه و دو بار برنده جایزه تونی شده. به هر حال او هم نیومده بود که با مجسمه طلایی اسکار برگرده خونه. مهمترین جلوه حضورش در شب اسکار هم موقع شوخی جیمی کیمل با غیبت تام کروز بود که گفت ممکنه تام کروز توی سالن باشه، ولی خودش رو مثل مأموریت غیر ممکن تو نقاب جاد هرش وارد سالن کرده که کسی پیداش نکنه. That's Tom Cruise right there wearing a Judd Hirsch Mission Impossible mask. There's only one way to find out for sure. Barry Keoghan, The Banshees of Inisherin. Yeah, what I was wanting to ask you was... اما یکی از اون بازیگرایی که چه در گلدن گلوب و چه در اسکار شانس بالایی داشت و آخر سرش بی کلا موند، بری کوگان بود. نقش آفرینی متفاوت او که چه در زبان بدن و چه در بیان خلاقانه و تحسین برانگیز بود، خیلی ها رو حالا طرفدارش کرده. بازی درخشان او در بنشی‌های نیشرن یکی از نکات جذاب این فیلم بود. فیلمی که 4 نامزد در بین بهترین بازیگران شب اسکار داشت و با 9 نامزدی اسکار خیلی نگاه بهش خیره بود، ولی خب حتی یه اسکار هم دشت نکرد. دیگر بازیگر بنشی های نیشرن در بین نامزدهای اسکار نامی آشنا بود، برندان گلسون. او که تا حالا 5 بار نامزد گلدن گلوب شده، این نخستین نامزدی اسکارش بود. برندان گلسون با فیلم در بروش با کارگردانی همین مارتین مکدونا خوش درخشیده بود و از همون زمانم با اولین نامزدی گلدن گلوبش جدی‌تر گرفته شد. نقش او در بنشی‌های نیشرن البته چندان به اون پروفسور آلستر مودی یا مدای تو سری فیلم‌های هری پاتر شبیه نیست. او شانس بالایی برای اسکار داشت، اونم برای بازی در یکی از یادگارهای جاودان تاریخ سینما، اما خب دستش از جایزه کوتاه موند. اما بخت در خونه یه نفر رو واقعا زده بود، کی هیو کوان، برای بازی در نقش پدر خانواده در فیلم همه چیز همه جا به یک باره. او موفقیتش در گلدن گلوب رو توی اسکار هم تکرار کرد، اونم در حالی که خیلی ها فکر میکردن تفاوت سلیقه اعضای آکادمی و گلدن گلوب دستش رو از این جایزه کوتاه میکنه.
این بازیگر 51 ساله ویتنامی الاصل در سال 1984 یه نقش کوتاه در فیلم ایندیانا جونز و معبد عذاب بازی کرد. یه پسر بچه که راننده یکی از اون ماشینای عجیب غریبه. شاید همین نقش کوتاه بود که رویای بزرگ رو تو سرش انداخت و تا سال 2002 همچنان نقش‌های کوتاهی رو قبول کرد. اما از اون سال دیگه نقش بازی نمی‌کنه تا سال 2021 و نقش کوتاهی در فیلم یافتن اوهانا و بعدم انگار سهرا سوارش کرده باشن میره تو فیلمی که شاید کسی توقع نداشت اینطور گل کنه. فیلمی با بودجه 14 میلیون دلاری که هم توی فروش موفق بود و هم توی اسکار. کی هیو کوان یکی از اون قصه های پریان رو تو شب اسکار روی صحنه آورد. داستان پسری که رویایی داشت و هر شب با رویاش خوابید و دست آخر رویاش به واقعیت بدل شد. I just want an Oscar. They say stories like this only happen in the movies. This is the American dream. Thank you so much. Thank you so much to the Academy for this honor of a lifetime. Here are the nominees for performance by an actor in a leading role. در حالی که خیلی ها بازی هیو جکمن در فیلم پسر رو شایسته اسکار بهترین بازیگر مرد سال میدونستن و میتونست رقیب جدی برای دیگر نامزده این جایزه بشه، اسمش کلن از لیست نامزده بیرون مونده بود. Paul Mescal, After Sun. عوضش پل مسکال برای فیلم بعد از خورشید افتخار این رو داشت که در میان نامزدهای جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد سال 2023 تو سالن دالبی تیتر هالیوود نشسته باشه. او در فیلم مردم معمولی هم البته بازی درخشانی داشت، ولی نه اونقدر درخشان که براش نامزدی اسکار یا گلدن گلوب رو به همراه داشته باشه. دومین نامزد کم شانس این اسکار بیلی نایی برای فیلم زندگی کردن بود. بازی او در این فیلم یکی از تحسین شده ترین نقش آفرینی‌های این بازیگر کهنه‌کار بریتانیاییه. فیلمی که از فیلم آکیرا ساخته آکیرو کوروساوا اقتباس شده. بیلی نایی رو در فیلم‌هایی مثل درباره زمان و حقیقتاً عشق به یاد میارین. البته طرفدارای هری پاتر او رو در نقش کوتاهی در پارت اول هری پاتر و قدیسان مرگبار در نقش وزیر سحر و جادو هم به یاد میارن، اما خب لیوینگ برای بیلی نایی به جایزه اسکار ختم نشد. آستین باتلر، الویس. آستین باتلر که توی گلدن گلوب روسفید شده بود و برای بازی در نقش الویس پریسلی خیلی هم ازش تقدیر و تمجید شد، خیلی خودش رو به پله های استیج 95 مراسم آکادمی آوارز نزدیک کرده بود، اما از اونجا که نشسته بود آخرش تکون نخورد، چون شب اسکار دیگه شبش نبود. او که تا همین حالا هم با بازی در فیلم الویس موفق ترین سال زندگیش رو پشت سر گذاشته، با اون تحویل گرفتن های جیمی کیمل اول برنامه خودش رو زیادی به این آرزو نزدیک میدید. Silly jobs, but Austin, you are so talented. I know Elvis would have loved your performance, and in fact, according to my QAnon Reddit page, he did. با همه اینها آستین باتلر که در گلدن گلوب رقابت رو از برندان فریزر برده بود، در شب اسکار به خوش اقبالی قبل نبود. یادآور این نکته بعد نیستش که همزمان با اکران الویس، دنیس ویلنو او رو به کست قسمت دوم تلماسه اضافه کرد، فیلمی که امسال در سال 2023 اکران خواهد شد. کالین فرل اولین نامزدی اسکارش رو تجربه میکرد، اونم پس از سالیان سال نقش آفرینی در بالاترین سطح سینمای هالیوود. اما او هم یکی از اون چهار بازیگر ناکام فیلم مارتین مکدونا در شب اسکار 2023 بود. فرل برای بازی در فیلم ده بروج در سال 2008 یه بار دیگه جایزه گلدن گلوب رو برنده شده بود، اما اون سال اسمش حتی در بین نامزدهای اسکار هم قرار نداشت. خب خیلی‌ها فکر می‌کردن با این بازی متفاوت بالاخره نظر اعضای آکادمی رو به خودش جلب کرده باشه، ولی این بازیگر 46 ساله باید دنبال فرصت‌های دیگه‌ای بگرده. Why don't there goes that theory? Yeah,
And the Oscar goes to... برنده اسکار بهترین بازیگر مرد سال 2023 کسی نبود جز برندن فریزر برای فیلم دوال. برندن فریزر. اگرچه درباره نامزده دریافت جایزه حرف و حدیث‌های بود، اما درباره برندش کسی شک نداشت. از تابستون که فیلم دوال رو برای اکران در دسامبر تبلیغ کردن، همه میگفتن برندن فریزر برای این نقش شانس اصلی اسکار سال و همینم شد. بازی با یه گریم خیلی سنگین در نقش یه معلم زبان خیلی چاق که مثل یه نهنگ هرچی میخوره سیر نمیشه. او که تو سالهای اخیر نقشه مهمی بازی نکرده بود و به جز سری فیلم‌های مومیایی یادگار مهمی در سینما نداشت، ناگهان با بازی در نقش چارلی تونست خودش رو احیا کنه و حالا با برنده شدن اسکار در 54 سالگی ناگهان با یه گام بلند خودش رو از گذشته جدا کرده و نگاهی به آینده داره. As a child, Brendan Fraser developed an interest in acting after... My goodness. I just want to say thank you for this acknowledgement. I'm so grateful to you. Good night. تو این برنامه به اون دسته بازیگرایی که میشد اسمشون در لیست بهترین بازیگرای مرد سال باشه و نبود اشاره کردم، اما سعی میکنم توی برنامه جداگانه به غایب‌ها مفصل‌تر بپردازم. اگه مشتاق بودین که اون برنامه رو ببینین، دکمه زنگوله رو بزنین تا از انتشار بقیه برنامه‌ها هم مطلع شین. لایک و کامنت هم فراموش نشه و حتما سری به پلیلیست های اسکاری ها و سینمای کلاسیک هم بزنین که لینکشون در همین برنامه هست.